پیام نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی به طالبان. جنگ شدید در ولسوالی خنجان ولایت بغلان و وزارت داخله. بسیج های مردمی هر قدر سلاح، مهمات و امکانات بخواهند در اختیارشان قرار می دهیم. با نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. روزنامه 8 صبح در یک خبرنامه به نقل از معین وزارت داخله می نویسد: بسیج های مردمی هر قدر سلاح، مهمات و امکانات بخواهند در اختیارشان قرار می دهیم. معین پالیسی وزارت امور داخله کشور اعلام کرد که نیروهای بسیج مردمی که در برابر طالبان می جنگند به هر میزان سلاح، مهمات و امکانات نیاز داشته باشند، وزارت داخله برایشان فراهم می کند. نقیب الله فائق، معین پالیسی و استراتژی وزارت امور داخله، سه‌شنبه شب یکم سرطان که به ولایت بلخ سفر کرده بود، گفته است که حکومت حاضر است به هر پیمانه ای که ضرورت باشد بسیج‌های مردمی را سلاح، مهمات و دیگر امکانات نظامی بدهد. نقیب الله فائق به منظور ایجاد هماهنگی میان نیروهای امنیتی به ولایت شمالی سفر کرده است. فائق در سخنان در جمع مسئولان نظامی و ملکی بلخ گفت که مسئولیت تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی در ولایت‌های شمال و شمال شرقی کشور به او سپرده شده است. او میگوید که مردم در هر ولایت کشور، اگر مردم آمادگی داشته باشند، وزارت‌های دفاع و داخله و دیگر نهادهای امنیتی برایشان امکانات نظامی و مالی فراهم می‌کند. او حملات اخیر طالبان و سقوط ولسوالی ها را تبلیغات خواند و افزود که این اقدامات گروه طالبان موقتی است و خود این گروه نیز باور ندارد که این مناطق را حفظ کند. معین پالیسی و استراتژی وزارت امور داخله میگوید که تشویش ها در رابطه به ورود طالبان به شهر مزار شریف رفت شده است. با گفته او، طالبان اگر مرگ میخواهند به مزار بیایند. پیش از این بسم الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی، نیز از مردم خواسته بود که در کنار نیروهای امنیتی بسیج شوند. دولت امکانات نبرد با طالبان را فراهم می کند. در همین حال نیروهای امنیتی نیز پیام به گروه طالبان دارند: با سلاح‌ها و تمامی تجهیزاتتان بدون جنگ تسلیم شوید، ورنه در میدان جنگ شما را زنده اسیر نمی کنیم. در همین حال روزنامه 8 صبح در یک خبرنامه می نویسد: جنگ شدید در ولسوالی خنجان بغلان، نیروهای امنیتی به کمک نیاز دارند. باشندگان محل در ولسوالی خنجان بغلان میگویند که طالبان بر بازار این ولسوالی حمله کردند و جنگ شدید در مرکز این ولسوالی ادامه دارد. یک باشنده محل از ولسوالی خنجان ولایت بغلان روز چهارشنبه دوم سرطان به روزنامه 8 صبح گفت که گروه طالبان ساعت پیش بر این ولسوالی حمله کردند. با گفته این منبع، گروه طالبان از چند جناح به این ولسوالی حمله کردند و درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در این ولسوالی به شدت ادامه دارد. او افزود که نیروهای امنیتی و نیروهای مردمی به کمک نیاز دارند. خنجان یکی از ولسوالی های مهم ولایت بغلان است و نقطه وصل ولایت شمالی با مرکز است. و این در حال است که ساکنان ولسوالی گذره هرات نیز علیه طالبان مسلح شدند. مقام های محلی هرات می گویند که شماری از ساکنان این ولایت علیه طالبان بسیج شدند. دفتر رسانه های والی هرات با نشر خبرنامه می گوید که
برخی ساکنان ولسوالی گذره هرات به گونه داوطلبانه برای حمایت از نیروهای امنیتی بسیج شدند. در خبرنامه دفتر رسانه های والی هرات آمده است صدها تن از مجاهدین و مردم در ولسوالی گذره ولایت هرات به صورت داوطلبانه به حمایت از نیروهای امنیتی بسیج شدند. در این خبرنامه همچنان آمده است که نیروهای مردمی متشکل از مجاهدان، اربابان و جوانان روستاهای مختلف ولسوالی گذره هستند و با اسلحه در برابر طالبان قیام کردند. عبدالصبور قانع والی هرات افزایش حمایت مردم از نیروهای امنیتی را امیدوار کننده خوانده است. در روزهای اخیر و پس از افزایش نبردها میان نیروهای حکومتی و طالبان، شماری از افراد وابسته به شخصیت‌های سیاسی علیه طالبان مسلح شدند. در همین حال رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله قرار است در 48 ساعت آینده برای دیدار با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رهسپار واشنگتن شوند. عنایت الله بابر فرهمند معاون اول شورای عالی مصالحه ملی به روزنامه 8 صبح گفت که با وجود تأکید مکرر ارگ ریاست جمهوری در این سفر سرنوشت ساز کسی را به نمایندگی از ازبک ها و هزاره ها در ترکیب هیئت جای نداده است. و این عمل را آغاز دور جدید نادیده گرفتن واقعیت های قومی افغانستان توصیف کرده است. معاون اول شورای عالی مصالحه ملی می گوید که از یک طرف ولسوالی های ترک نشین در شمال به دست طالبان سقوط می کند و بار جنگ را این مردم بردوش می کشد و از جانب دیگر در معادلات کلان سیاسی و سفرهای سرنوشت ساز ازبک ها نادیده گرفته می شوند. عنایت الله بابر فرهمند تاکید می کند که در سفر رئیس جمهور به واشنگتن حضور نمایندگان واقعی اقوام مطرح افغانستان همه شمول بودن هیئت را به نمایش خواهد گذاشت. با گفته او تنوع قومی، مذهبی و جنسیتی از واقعیت های انکارناپذیر جامعه افغانستان است. غنی و عبدالله را قرار است در این سفر یک هیئت پرتعداد همراهی کند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.